کجا میریم؟ یعنی چی میشه؟ ما چی میشیم؟ ویروس لعنتی نمیخواد بره؟ تو که یه وضعیتی نه؟ ای بابا کم کم دارم به سخت حس میدم کنم اما من اینترو بگیرم؟ دارم من نگاه میکنم؟ دارم بوقا من نگاه میکنم؟ سلام What's up؟ کیگنگ چطورید؟ اگر کیگنگی نشدید و شنیدید که ما خیلی خفنیم و دوست دارید کیگنگی بشید باید حتما سابسکرایب کنید ما رو و زودتر ما رو برسونید به 10K زنگولرم بزنید توی کامنت بگید کیگنگ یا من کیگنگیم یا درود بر کیگنگ یا کیگنگ بهترین گنگ دنیاست منم براتون یک قلب خوشگل میذارم حتی این قلب نیست یکم بره گایز این سب ویدیو خیلی بازخورد خوبی داشت و از این به بعد میخوام ادامه بدم موضوع آزاده هر بار یه چیزیه من با این ویدیو هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم میتونم کانتنت یوتیوبرهای دیگر رو نگاه کنم یا میتونم برم تو اینستا یه چیزی ببینیم بخندیم یا که میتونیم در مورد یه موضوعی که اخیراً ترند شده صحبت کنیم هر کاری میتونیم بکنیم یادتون نره که حتماً اینستاگرام من که تو دیسکریپشن هست برید فالو کنید چون که قراره به زودی یه استوری بزنم و بگم بچه‌ها بیاید میخوایم با هم دیگه ویدیو بگیریم اولین نکته ای که منو جذب کرد به خودش و گفتم باید حتما من راجع به این قضیه صحبت بکنم وضعیت اخیر سارا نیکوئه احتمالاً اخیراً بعد از پخش قسمت ششم پایتخت یه سری ویدیوهای شخصی از سارا نیکا شما تو اینترنت دیدید اگه ندیدید که واقعا زیر سنگ زندگی میکنید حالا حدس من راجع به این ویدیوهای شخصی چیه اول بریم نگاه کنیم حالا حدس من راجع به این ویدیو چیه؟ طبق تصوری که من دارم احساس میکنم یکی از دوستاشون که مثلا با اینا لج داشته اومده و ویدیوهای شخصی مثلا تو پیج پرایوت اینا رو پخش کرده دردسر برای اینا درست کرده شاید بخواید بدونید واکنش سارا و نیکا بعد از این داستانا چیه معلومه مثل همیشه مثل همه بازیگرها که تو ایران هستن وقتی که میبینید گیر کردید واکنشتون به این باشه پشت سرتون حالا حرفایی که پشت سرتون زده شده و اینا یه توضیح کوتاهی اگه ببین همون آقایی که حالا اسمشو نمیبرم تو لایو کلن کارش اینه که آبروی مثلا سلبریتی ها رو ببره بعد این عکس و فیلمایی که از ما پخش شده این چند روز همش فتوشاپ یعنی اون آشناها و نزدیکا میفهمن که فتوشاپه. چرا فتوشاپه؟ فتو وقتی من بهت میگم فتوشاپ حرف نزن رو حرف من. فتوشاپه. خب خانم نیکا من نمیدونم این چه جوری میتونه فتوشاپ باشه. ما واقعا در صنعت فتوشاپ خیلی پیشرفت داشتیم. یعنی هندز آپ. فتوشاپه بچه ها. اصلا حتی ادیت پریمیر هم نیست فتوشاپه. و نکته جالبش راجب حرفش این بود که گفت ما سلبریتی ها کلن نقش این دو نفر داخل سریال برابری میکنه با این استعداد در بازیگری که خودشونو بازیگر میدونن در حد واقعا لول صفر هیچ احساسی در دیالوگ گفتنشون احساس نمیشه معنای سلبریتی افرادی هستن که معروفن در فضای اجتماعی میشناسنشون توی این قضیه باید بگم که درسته اینا معروفن به اسم هم میشناسنشون حالا چرا به اسم میشناسنشون؟ چون از غذا کرکترشون داخل پایتخت هم اسمشون سارا و نیکاست تو واقع اسمشون سارا و نیکا بود یعنی یقین میدم اگر اسم کرکتر پایتختشون فرق میکرد کسی حتی اسم اینا هم نمیدونست شرط دوم سلبریتی توی دیکشنری میتونید بخونید کسی هست که سرگرمی برای بقیه ایجاد میکنه شاید سرگرمی برای ما ایجاد کردند فتوشاپ به من نمیخوام هیت کنم امیدوارم موفق باشی جفتتون ولی وقتی این واکنش شاخدار رو میبینم ازتون خب آدم یه جایش به حرف میاد خب فتوشاپ چیه؟ خب یه کار کردین آدم این هر کسی میکنه خب فیلم محمودیتون پخش شده چرا هاشا میکنی؟ فتوشاپه؟ فتوشاپ ادقا بگو یکی بود که شبیه من بود الان پس بردا ویدیو تولد منم در میاد بچه اینا فتوشاپ بود بچه این فتوش تابلو بود فتو صدا پاورپوینته نقی معمولی بعد از دیدن فیلم سارا و نیکا در پارتی بچه ها
البته خدا رو شکر معلوم شد که فتوشاپ بود. عقی جان چیزی نیست. عقی عزیزم فتوشاپه. گایز چالش لخ شدن که توی ویدیوی تیک تاک بهش اشاره کردیم یادتونه؟ یه سری نمونه ایرانیش اومده که بریم با هم دیگه نگاه کنیم. سلام بچه‌ها میخوام چالش لخ شدن جلوی همدیگه رو انجام بدم، با هم دیگه بریم ریاکشن دانیال رو ببینیم. یو دانیال یا سب کنم بیام دیگه. دانیال آقا یه هسته من بیام بعدم بازی میکنم، یا شام بخورم بعدم بیام بازی میکنم. نه نه بیام بیام ولی یه هسته بده من بازی کنم شما. آره بیام بیام بازی میکنم ولی بعدم بازی میکنم. نمیدونم چرا یه فیلینگ بهم میگه فیکه، ولی fair enough. یه نکته که خیلی یادتو به من گفتی اینه که خونی این چلنج نسخه مردونش هم هست. آره ولی خب کم برای ما حرف دارا بردین، من نسخه مردونش هم میشوم. بریم یه نسخه مردونش رو نگاه کنیم. از غذا اینم ایرانیه، این دیگه با مدرکه مطمئن شیم. اوکی بیبی بیبی What the fuck? اوله اوله اصلا انتظارش نداشتم. خب این سوپر پاور مرداست دیگه، این قابلیت رو داره. بکن داری تلویزیون نگاه میکنی یکی بیاد بشاش رود. بریم یه نسخه دیگه شو نگاه کنیم. قیافه زنه یا مادر پسر است یا مادر دختر است، میچی بده هیچ کدوم از این دوتا نباشه، مثلا عمه خاله چیزی باشه. ولی این کافینگ دنس هست و با قب میرخصن خیلی خوبه. چه سوالی؟ A McChicken cause it's $1. چرا صداش اینجوریه؟ این سراب میمونه دور قشنگ دهن رو باز میکنه، کل نظریه ها تغییر میکنه. That's all I can get with it. یوافی بسره. What happened to your voice? Two McChickens. Two McChickens. Maybe three. Okay, you keep going up. I have the coronavirus, that's why I don't have a voice. So clean the mic after this. کرونا که شوخیه، ولی چرا صداش اینجوری بود؟ الان پرتش میکنه میمیره. Don't misfit someone when he's shushing. Dude. ولی این چرا هشتگ کافینگ دنس داشت؟ برای جی تی ای وی مود این کافینگ دنس رو درست کردن. وای وای What's up bro? میگه این یه دوربین مدار بسته هست که ظاهرا میخواستن از یه نفر دزدی کنن، این دوربین ضبط کرده چه اتفاقی افتاده. بزن ببینیم چیه. گایز مواظب باشید تو این شرایط، تو خیابون امن نیست اونقد. آه دارن ماشینه. اوه نگه داشت. داشت فرار میکنه، دند عقب گرفت. متوقع
گرگم به هوا درست میکنم. میدونه بچه ایده خوبیه، اومد ماشین اومد بغلتون نرکده بزنیم، بودوی دن عقب گرفت دورو بایی بر بوده و یه بچه گاوایی بودن، چرا ماشین پیاده نشدن؟ من یه بار تو پارت قبلی گفتم یا ماسک بزنید یا نزنید، این چیه؟ الان چرا ماسک زدی؟ اصلا یادم نبود بچه، یکی از راه های ورود از چشمه، دهن دماغ یا چش، ایشون چشم انتخاب کرده برای محافظت. حمده آره، خلاصه آدم های احمق زیادن میگم، داد افرادی مثل این هستن این موضوع حل نمیشه، افرادی مثل این. من پایم هرچی تو بگی لبتر کنم، اینجوریش روانیتم حالای بدتر کن، هی نگو بم زنی زدن و تو کمتر کن. من پایم هرچی تو بگی لبتر کنم، اینجوریش روانیتم حالای بدتر کن، هی نگو بم زنی زدن و تو کم. من برم دستشویی بگم. وای نه. انسان ها خیلی احمقن، فقط حماقت دارم میبینم تو این ویدیو. آیفون 11 بر ماماشون خریدن. وای 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 شوخیه؟ وای نه وای نه وای نه دهنتون صافه. الان دیگه مجبورید براش بخرید. اولین بار در بیش از یک دهه اخیر دو پاندای بزرگ در یک پارک هنگ کنگ موفق به جفتگیری شدن. این دو پاندا از سال 2007 در کنار هم بودن، اما جلوی چشم بازدیدکنندگان علاقه به جفتگیری. این که چرا باید تو اخبار بی بی سی در مورد جفتگیری دو تا حیوان بدونیم پای نرم، بذارین کارشونو بکنن. شما دارین جفتگیری میکنین، یکی بیاد فیلم بگیره بعد تو اخبار بذاره دو تا جفتگیری کردن. جفتگیری خوبه. بالا یکم بریم سراغ یوتیوب ببینیم کیا ما رو منشن کردن. ریونف یه ویدیو ساخته، کی گنگ فور لایف، دو ماه پیش هم است. چه من زودتر ندیدم اینو. بچه ها ریونف حتما بره سابسکرایب کنه، یه بار توی استریم گفتم کارش واقعا خوبه، تقریبا هر روز ویدیو میذاره و با توجه به سنش خیلی کیفیت داره و مطمئنم در آینده میتونه یک یوتیوبر موفق بشه، چون حرف زدنش خیلی خوبه. همونجوری که من آخر اینجور ویدیو میشنم توی یوتیوب، ویدیوهایی که در مورد من ساخته شده نگاه میکنم، این ویدیو رو هم سرم بشم نگاه کنم. سابسکرایبای من که تا چند روز پیش فقط 60 تا بود، چطوری توی دو سه روز رسید به 107 تا؟ وات؟ یعنی چطور ممکنه؟ هلو به همتون، به همچنین یه سلام ویژه به بچه های کی گنگ. بچه ها کی گنگ فور لایف، پرچمت بالاست، پرچم تو بالا. اون لحظه که این حرکت رو انجام دادی دست و پای من داشت میلرزید، حقته دوست خواهم نمی گنجیدم، قربونت، نمیتونستم واقعا حرفی هم بزنم، شرمندت هم که نتونستم جبران کنم. امیدوارم بتونم یه روزی برات جبران کنم این لطف بزرگ تو. مامی اولش گفته بود که میخوام آخر استریم یوتیوب چند نفری که مثلا میگن بیا یوتیوب منو ببینو نگاه کنم و ببینم یه کارش، آره پلن داشتم، یه حمایتی هم ازشون کرده باشه. حالا نمیدونستم بازی تموم شد، رسیدیم به آخره بازی که هامی حرف زد. دوست دارم از این به بعد مثلا دیدم یکی کارش خوبه. بچه‌ها یه نکته بگم، اگر ویدیوهای من نگاه میکنید و لایو استریم تو نگاه نکردید حتما زنگوله رو بزنید. ما از جنگای لایو میشیم و اکثرا هم یهویی لایو میشیم، خلاصه حواستون باشه لایو میشیم با هم دیگه چیل میکنیم صحبت میکنیم باحاله نکنید. همین چند وقت پیش دارن رکورد زدیم، رکورد ویو خودمون رو زدیم، 1200 دقیقاً نمیدونم چقدر، 1200 خورده ای داشتیم لایو من نگاه میکردیم و تو پوست خودم نمی گنجیدم، اینجا فکر نمیکردم بالای 1000 نفر بشینن و لایو استریم من نگاه کنن. اصلا همتون گرم که گنگ فور لایف، بریم ادامه ویدیو رو نگاه کنیم. واسه فکر کنم خیلیاتون بدونید دیگه، من توی چت هامی ادمینم و اینجا گفتش که از غذا یکی از ادمین های منم هستش و خب من این چت رو دادم، دارم که بهش کمک کنم، چون واقعا کارش خیلی اوکیه نسبت این استریم. 60 seconds استریم رکورد قبلی تو این استریم بود که 720 نفر
728 نفر فکر کنم یا 26 اینا نمیدونم چقدر بیشتر از این بعد اینجا مثلا ببینیم کیست اون فرد مثلا اینه کیه و بعدش این چت رو دادم من که نیستم خب و جواب حامی چی بود نه ریون افتو نیستی تو جیبیت شدی تو جیبیت شدی تو جیبیت بعد از دقایقی این اتفاق افتاد من 60 سابسکرایبر دارم خب قبل از اینکه فقط حامی اومده من نشون داده اوکی 60 سابسکرایبه میشه آقا اینجا چنل منو آورد دیگه کامل مخرجش صحبت کنه بریم ببینیم چی گفته حامی ریونه همینجا تو چت هم دیدی که ادمینم خب شاید بگید که ریونه به خاطر اینکه ادمینته داری این کارو میکنی ولی واقعا نه بچه واقعا نه من حتی مودریتورهای دیگه هم دارم که چنل دقت کنید ویوامو 78 تا لیتس تاکی که گذاشتم الان برید اون ویدیو رو ببینید 200 ویو رو رد کرده 78 ویو رفت روی 200 ویو عشق من که ینگ دمتون گرم خوشحالم واقعا برات خوشحالم ولی اینو من بگید نظرتون اینه که مثلا آدم بزرگتر میشه خیلی تغییر میکنه کوالتیکاش هم قطعا میره بالاتر آره، آره، یا نه آره. خودت بعدم بیا موقعی که 18 یا 20 رسیدی کارتو مقایسه کن تجربت میره بالا سنت بره بالا هم تجربت میره بالاتر هم بهتر میشی دیگه وقتی یه چی بهت میگم گوش کن تنبل بازی در نره میتونه یه چیزی بشه همین اینو خودت به من بگو ببین تنبل بازی ها درست نمیگیرم ازت یعنی خیلی دوست دارم نقد تو بفهمم خب اما این تنبل بازی چیه اینو دوست دارم ازت بشنوم چی گفتم من نفهمیدم دقیقا چی گفتم تنبل بازی در نره میتونه یه چیزی بشه یه بی فکر کنم منظورم اینه که اگه همینجوری ادامه بده به فعالیتش یعنی تنبل بازی در نره چون 100 درصد تنبل بازی در نمیاری هر روز داری ویدیو میدی این انرژیشو از دست بده ببینه کسی نگاهش نکنه کمتر ویو بگیره دوست دارم دمه کیگنگم که حرف من رو گوش کردن و آمدن چیز کردن یعنی کیگنگ واقعا بچه انرژی که دارم ازتون میگیرم همون ارتباط دو طرفمون خیلی داره بهم حال میده امیدوارم همجوری پیشرفت کنیم کیگنگ قشنگ بهتر کنه آره عشق منی هامی واقعا امیدوارم لیاقت این رید رو داشته باشم داریم کیگنگ دمه تک تکتون گرم که منو سابسکرایب کردید کیگنگ لابز یو بچه هر کی خودشو کیگنگی میدونه ریونفو دوست داره اگر حال کردید با کارش بذارش حمایت کنید خیلی بچه چیلو بالیه و اینکه میگم من دوست دارم به بقیه کمک کنم و این قضیه بهم حال میده یکی در این قضیه بهم حال میده چون که خودم این قضیه رو تجربه کردم یعنی یک بار آرگیکیوکسر توی استریم منو رید کرد و اگه خواستید توی ویدیوهای بعدی نشونتون میدم خب دوستان مرسی که این ویدیو دیدید عشق منید کیگنگ فور لایف برای اینکه عضو کیگنگ بشین گای نهاره فقط برید سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید و تو کامنت اعلام کنید کیگنگ این کیگنگ بهترین گنگ دنیاست کیگنگ فور لایف و بقیه شعارهایی که هست همه میدونن خیلی yeah. ممنون که این ویدیو نگاه کردید عشق منید حتما برید اینستاگرام منو فالو کنید دیسکریپشن لینکش هست و تا ویدیوی بعد میبینم